نوشتی تو خانم ناهید محبی رو هل دادی؟ بله. جناب سروان خودش افتاد، داداشم حالش نداد. خانم فریبا شما هستین؟ فریبا خواهرم، من فرنازم. تماس بگیرید خواهرتون تشریف بیارن اینجا، چون توی گزارش مامورای ما و به نقل از خانم محبی نوشته شده که خانم فریبا شیبانی ایشونو هل دادن. نه اصلا خواهر من هیچ کاری نداشت، من اومدم جدا کنم. یو خوب این بله خدا یو اصلا افتاد، اصلا من مقصر هستم. تماس بگیرید خانم فریبا شیبانی تشریف بیارن. جناب سروان فریبا اصلا حالش خوب نیست، ما تازه پدرمون رو دست دادیم. ببینید خانم، اگه خودشون تشریف نمیارن من مجبورم مامور بفرستم دنبالشون. مامور که لازم نیست جناب سروان، خودشون تشریف میارن. گزارش پزشکی قانونی آوردین؟ بله بله دادم خدمتتون. الان خودشون کجان؟ خانم محبی رو میگن. حالشون خوب نبود، تو ماشین نشستن. شما فعلا اینجا میمونی تا وقتی اداره تمام نشه، میتونید براشون سند بذارید. به خواهرتون هم بگید هر چه سریعتر تشریف بیارن کلانتری. نگران نباش، نمیذارم زیاد اینجا بمونی. میبینید خواهرتون چه شری انداخته تو زندگی ما؟ شما خانوادگی همه تون طلب کارید. جناب سروان اجازه هست؟ بله خواهش میکنم بفهم. خواهشیست. قصه نخوری ها، زود سند میاریم درت میاریم. امروز که من و داداشم تو دردسر افتادیم، نکنه این موقع زنگ بزنی حالی بپرسی بیای کمک ها؟ دل نمی کنی اون آزمایشگاه لعنتی رو؟ اینجای لعنتی که شما میفرمایین محل کار منه، شغلمه، از همینجا پول در میارم. داداشم رو بازداشت کردن، ترسیده، درس و کنکورش رو حواس. با منم تماس گرفتن، گفتم برم کلانتری، میفهمی؟ اون وقت تو زورت میاد بری دو کلمه با برادر نایت حرف بزنی. مثلا دوست بودین با هم، دلم خوش بود تا یکی میتونی رضایتشون رو بگیری. با اون هوچیگری که تو خواهرت دیشب جلوی خونه پدرت رو انداختین این قائله پیش اومد، وقتی که بهش حمله میکردین فکر الان نکردین؟ پس نمیخوای هیچ کاری بکنی؟ نه امشب دارم میرم محل قدیمی، با محمد و حسین قرار دارم. تشریف میارین کلانتری یا نه؟ خرموشا دارو تزریق کردم، باید بالای سرشون باشم، باید نتیجه کارو ببینم. از دست تو اون آزمایشگاه. کاش میمدی میرفتیم یه سرخونه آقا جون. چرا یه جوری حرف میزنی انگار هیچ اتفاقی نیفتاده؟ اگه منظورت آقا جونه اونم نگرانت. اگه نگرانمی حداقل تو اینجا که اومدی یه سر پیو تو. من دختر خوبی برای آقام نبود، بهش دروغ گفتم که برم زن دشمنش بشم. فکر میکردم میتونم یه تنه تمام خسارتی که به من زده بود جبران کنم. فکر میکردم میتونم همه چی ازش پس بگیرم. زندگیم جهنمه داداش، جهنم. اصلا بی بریم خونه من، خونه من رو که نزدی. من حالا خوبه داداش، تو برو.
چی شد؟ هیچی. مجبور شدم به خاطر شکایت این دختری قربتی زنگ بزنم مژگان برامون سند بیاره. مژگان؟ پس سند خونه خودتون چی؟ سند اونجا که به اسم باباست. قول داده بود به نامم بزنه. مهرداد کو؟ مگه قرار نبود اون برای فرهاد سند بیاره؟ هر چی زنگ میزنم جواب نمیده لعنتی. اونم اینجور وقتا خودشو نشون میده دیگه. دکتر سنا. سلام. خوش شما. مرسی مچکرم. امروز زدم کردم. جدیدن زدم. سلام منصور، یکم دیگه میام. یه جلوی برد نتایج آزمون رو اعلام کردم. سلام. سلامتی های دکتر، انشالله پاریس تشریف بردین سوغاتی فراموشتون نشه. فکرم درگیر بود، خیلی خوب امتحان ندادم. اصلا فکر نمی‌کردم قبول بشم. تو همیشه خوششانس بودی. قسم این خوششانسی نیست، یه عمر تلاشه. تلاش؟ اگه خودتو کشیده بودی کنار، حتما من انتخاب می‌شدم. تو از دوره دانشکده در حال رقابت با هم بودی. منصور جان، آدم خوبه توانمندی‌هاش رو بشناسه، رو حساب قابلیتش پیش بره. بالاخره قابلیت‌های ما معلوم میشه. فکر کنم سمه لیلی خانوم خیلی پرزور بودا. اگه به خودت بود، حالا های جایی رو نمی‌پسندید. از بس که حواست به یک قرون دوزار تجیبته. خب بیگدارم نمیشه به آب زد. حرف یه میلیون دو میلیون که نیست. همیشه گفتم موفقیت پشت ترسه. اگه جا بزنی کلات پس مرکز است. تو خودت هیچ وقت تو زندگیت نترسیدی؟ اگه میخواستم بترسم الان اینجایی که وایستادم نبودم. الان بفرمایید دقیقاً کجا وایستادی؟ سر جای خودم. یه متخصصم توی شرکت عریض و طبیعی. یه دانشجو بودم که تو داروخانه شیبانی کار میکردم، برای خرج کتاب و دفتر. یکی که حتی پول نداشتش که ثبت نام کنه کلاس زبان. یکی که همه اینا به کنار، تو اون وقتی تو زندگی جفتیش آوردی که دختر شیبانی ازت خوشش اومد. اینم از جنم خودم بود. مواظب باش پیمان، با این نگاه نوک دماغی که تو داری میترسم خیلی زود کله پا بشی. نگران من نباش، زیر پای من سفته، بلدم کجا پامو بذارم. راستی کجا باید برم؟ همون دور و بر خودتونه. آفرین، قدم بلندی برداشتی. نوسازه؟ چند متره؟ دو خوابه است، هم جاش خوبه هم کم واحده، فوله. چونی فهمون گنج پیدا کردی؟ آره بگم، اونم گنج پیدا کردم. البته اینکه این گنج بخواد بد قلقی کنه رو دیگه نمیدونم. این قابلیتی که میگفتی این بود. اینم یه چشمشه. یکی از همکارش وارد ساختمون شد. الو. سلام آقای ملکی. بله رسیدیم، داریم میام خدمتتون. الان میام بالا. Thank you.
سلام جان بهتون، خیلی خوش اومدید. ممنونم، دیر که نکردید. نه، منم همین الان رسیدم. بفهمید، بفهمید. اینجا دو خوابه است. پارکینگ هم داره. نورگیرش هم که فوق‌العاده است. بازسازیش هم تازه تمام شده. کابینتش هم که روز آخرشه. سازندش هم رفیقم بوده. از مساله درجه یک استفاده کرده. جون میده واسه زندگی و سرمایه‌گذاری. از خونه ما هم خیلی فاصله نداره. یه مقدار کوچیک هست، اما با این شرایط بهتر از این پیدا نمیشه جان بهتون. همین الان مشتری پشتش هسته. من جاد میشم دست دست نمی کنم. نورگیر داره، کابینت، همه چیش هم میزونه مرتب. انباری، آسانسور. که چی میخوای بهتر از این؟ دکتر جون، برای یه زن شوهر جوون متراژش هم کافیه. الو. بله بله. آه من اومدم خدمت، اومدم خدمت. جناب دکتر، من یه دقیقه برم یه مشتری اومده. یه دوتا واحده نشون بدم میرسم خدمت. بله خواهش. بفرمید. راحت بشه. خب. نظرت چیه دکتر؟ خوبه؟ خیلی خوبه. فقط فکر پولشو کردی؟ قیمت خونه تو این منطقه کم نیست که بخوای با وام و پسنداز جورش کنی. نکنه جدی جدی گنج پیدا کردی. یه سوم پولشو دارم. بقیهشم رو کمک تو حساب کردم. رو کمک من؟ مگه من بانکم مرد حسابی؟ گفتی سر جات وایسادی. گفتی بلدی پا تو کجا بذاری که کله پا نشی. اینا چه ربطی به هم دیگه دارن؟ تو میخوای خونه بخری، تو میخوای توی یه محله عیونی ساکن بشی و من سر کی سر شل کنم؟ یادته بهت گفتم میخوام گلیمم رو بزرگتر کنم آقای باجنم. خب الان وقتش. گوشید بنداز. دلم بی تو به دیدنت پیمان. اون گلی رو که به موهام زدی مثل یه گنج نگه داشتم. باید قول بدی خیلی زود دوباره همدیگر رو ببینیم. جواب تو خونه رو دیدیم؟ خوشتون اومد؟ پسندیدیم؟ بله البته همون موقع که با همسرم اومدیم خونه رو پسندیدیم. خانوما رو که میشناسین، عاشق خونه نورگیر و آشپزخونه بزرگم. بله. خب بریم قولنامه رو بنویسیم. بله بریم بنگاه قولنامه رو بنویسیم، منم یه بیانیه بدم خدمتتون. چه ساعتم پولتون نقد دیگه جان بگم. چون میدونی که شرط مالک اینه که نقدم بهش پرداخت شه. بله نقد، خیالتون راحت باشه. خب. آقا پیمان، خونه رو دیدین؟ از نظر شما که مشکلی نداره. فکر کردی که با این نمایش مسخره میتونی منو سرکیسه کنی؟ اشتباه کردی منصور. من اگه میخواستم از این باجا بدم الان اینجا نبودم. این اسمش باج نیست. فکر کن داری به دوستت کمک میکنی. در ضمن مسیگی تو اصلا یادت هست به من بدهکاری. قرار نیست تاوان بلند پروازی تو رو من بدم. بهت گفتم خودتو بکش کنار، اون ماموریت فرانسه رو من برم. تو چیکار کردی؟ فقط منو از زندگی عقب انداختی. هیچ توجهی هم به مشکلات من نداری. توقع بیجا داری منصور. ول کن. دست از سرم بردار. پیمان، اگه اینجوری میخوای باشه، مشکلاتمون بمونه برای خودمون. اینجوری خیلی هم بهتره. پیمان، فکراتو بکن. منو که میشناسی. اگه بخوام یه کاری بکنم تا تهش میرم. تهش کجاست؟ میخوای با اون وایس احمقانه دردسر درست کنی؟ کور خوندی.
سلام. الو برژیت، خیلی زود باید ببینمت. اتفاقی افتاده؟ از اون دوستت مکس خبری نشد؟ دیر نشده. حالا چی شده بدون اینکه سراغ منو بگیری رفتی سراغ مکس؟ دیگه نمیتونم اینجا بمونم. باید خیلی زود دست آوا رو بگیرم و بزنم بیرون. آروم باش بیمان. نمیشه به گدار به آب زد. اگه خانومت بفهمه چه قصدی داری ممکنه جلوی خروجتو بگیره. تو سرد شده برژیت. اما زنی نیستی که من توی استانبول دیدم. چطور میتونی اینقدر بی‌انصاف باشی پیمان؟ من برای دیدنت اینقدر بی‌تابم. وقت تو میخوای بیام تهران همو ببینیم؟ نه، ترجیح میدم که توی ترکیه هم دیگر ببینیم. لطفا خیلی زود. آروم باش پیمان. باشه، خیلی زود دوباره همدیگر رو میبینیم. خداحافظ. سلام مکس. بله. الو آقای دکتر محمود. بله بفهم شما. من از طرف دوستتون تماس گرفتم. دوستم؟ کدوم دوستم؟ همون دوستتون که برای دخترتون یه روسکی بزرگ فرستاده بود. دوستتون چند تا کادوی دیگه آماده کردن. من چند روز دیگه برای مهمونی میام تهران. امانتی شما را هم اونجا براتون میارم. خب حالا من چیکار کنم؟ به زودی با هاتون تماس میگیرم. باش، پس من منتظرم. جاش دارم ها؟ حدودا یه جایی تو مرز ایران و عراق. پس یه هدیه‌ای از کردستان عراق قرار به دستش برسه. به دکتر داروساز چی میتونن هدیه بدن؟ شک ندارم که یا دارو یا مواد اولیه دارو واسش میفرستن. اینطوری میخوان یه کاری براش انجام بدن تا اعتمادش رو جلب کنن. هم اعتماد خودش رو، هم اعتماد شرکت به اونو. یعنی اونا دنبال اینن یه طوری محبوب توی شرکت رشدش بدن؟ چرا که نه؟ اینطوری دسترسیاش میره بالا، واسه اونم خیلی بهتره. فقط باید فرض رو بر این بذاریم که احتمالاً همه این داروها مواد اولیه‌شون آلوده‌ن. یه تحقیقی درباره برژیت دوینی بکن. میخوام آدرسش رو تو فرانسه واسم پیدا کنی، ببینی خانواده‌اش کیه، پاتوقش و علاقه‌مندی‌هاش رو همه رو واسم پیدا کن. با همکار محبوب چی کار کنیم؟ باید ببینیم که مشکلش با سوژه چیه. فعلا سوژه رو تحت نظر داشته باشین، اگه لازم شد مجوز کنترلش رو بگیریم. مهرداد قرار سند ببره دادسرا. رمضانی هم حاضر نشو سند خونش رو برای فرهاد گرو بذاره. فردا اون سند کوفتی رو ببرین و بچه رو بیارین بیرون. ولی با هر چی از تو دارم به این مهرداد زنگ زنم جواب نمیده. به خدا نمیدونم کجاست داره چی کار میکنه. خب فرناز، من به امید تو موندم. اگه میدونستم خودم یه کاری میکردم. اون بچه امشب بمونه تو کلانتری دق میکنه. من فکر میکنم باید یه کاری کنیم این دختره نرم شه. باید یه کسی رو واسطه بفرستیم ناهید رو راضی کنه. چاره‌ای نداریم جز این. این داستان تا همین جاش هم زیادی جلو رفته. همین الان هم جلوش رو بگیرم دیره. من حوصله یه ماجرای بیشتر از اینا ندارم. عروسی بی عروسی. این مسخره باز رو دور رو باید جمع کرد. بس. تو داری چی کار میکنی؟ تیرم به همش بزنم. ایش را فضاحت نماشون. بزن بزن بیان بروی وقاحت دعوا. خب آخه به واسه ببینم کی با کی. این چی میتونم یه قلچه ها بزن چشم باشه ارزان دختر من باید کیم بود؟ ایلات میسر اونها نام زدش بوده. ماره تو آستین بودی ناهید. پدر ساده منو خوب گول زدی و همیشه ثروتشو کشیدی بالا. بی درد سر رضایت میدی اون بچه رو میاری بیرون. آوا حاضر شو باید بریم بیرون. گفتن. از شما هم خواهش میکنم من بعد هیچ تغییری توی رفتارتون با ایشون نداشته باشی.
اساساً اگر قرار نبود که دکتر محمود پیشسازهای مربوط به داروی خاص و بیارن، لازم به این جلسه نبود. ما به اون پیشسازها به خاطر این مشکوکیم که از مسیر آلوده وارد میشن. البته روال کاری ما اینجوریه که تمام خریدهای خارجیمون قبل از ورود به چرخه تولید تو آزمایشگاه تست میشن تا از سلامتی اونا مطمئن بشیم. از این بابت هیچ نگرانی نیست. رفتنش به پاریس چی؟ منظورم اینه که مجوز رفتنش رو میدید؟ زمان تعیین کننده است. ما با حراست هماهنگ میکنیم که اگر لازم بود چیزی تغییر کنه یا کسی جاییشون بفرستین باهاتون هماهنگ بکنیم. ولی فعلا باید همه چیز طبق روال قبل روی رایل خودش باشه. سلام. سلام. تسلیت میگم. به خاطر خانومت واقعا متاسفم. ممنون. بریم بیرون یه دوری بزنیم. هر حرفی داری همینجا بزن. حتی به من نگاه هم نمی کنی. ناسلامتی یه زمانی ما بچه محل بودیم. از اون روزا خیلی گذشته. الان فاصله ما خیلی زیاد. تو اون موقع هم که تو این محل بودی با ما نبودی. کلت پر باد بود. تو با اون غرور و رویاهای دور و درازت زدی همه چی خراب کردی. الان وقت نبشه قبل نیست محمد حسین. من اومدم اینجا با هم مردونه حرف بزنیم. مردونه؟ دلخوری تو کی تموم میشه؟ تا کی به خاطر یه تصمیم که یه زمانی گرفتم باید سرزنش بشم؟ تو اومدی مردونه حرف بزنی. اما انقدر مرد نبودی که پای حرفت وایسی. چند ساله که این حرف رو دلت مونده؟ بگو. بگو خودتو راحت کن. فایدهش چیه؟ تش چی میشه؟ زندگی داغون خواهر من درست میشه؟ تو زدی زیر همه قول و قراره که با خواهرم گذاشتی. محمد حسین الان وقت گروکشی نیست. پسر شیبانی جوونه، چند وقت دیگه کنکور داره. دیشب که خود اونجا بودی دیدی اتفاقی بود، عمدی نبود. من اگه میتونستم نظر نایدو عوض کنم همون موقعی که فهمیدم قرار زن شیبانی شو، اون موقع این کارو میکردم. از تو حرف شنوی داره. بهش بگو که لجاجت بسته دیگه. تو اصلا متوجه هستی چه بلایی سر زندگی خواهر من آوردی؟ تو با اون بلند پروازیات میدونی چه ضربه به زندگی زدی؟ تو که آدم موندن نبودی واسه چی بهش قول دادی؟ واسه چی بعدن زدی زیر قول تو زندگیشو با آشوب کشیدی؟ اینجا این پایین چی داشت که من به خاطرش همه زندگی با فدا میکردم؟ الان چی داری آقا پیمان؟ همه چیز، چیزایی دارم که بهم آرامش میدن. تو تعریفت از آرامش چی باشه؟ آرامش برای من یعنی همین زندگی که دارم. یعنی وقتی با دخترم میرم خرید، دست رو هر چیزی که میذاره بی درد سر میخرم، برعکس اون زندگی سختی که تو بچگی داشتم. نگرانتم پیمان. نگرانم بعد جوری با سر بریزم. من جای پام سفت محمد حسین. اگه اومدم اینجا فقط به خاطر فریبا و فرهاده. لطفاً باهاش حرف بزن. خواهرت زندگی بدی نداره. بهش بگو همه چی رو خراب نکنه. سلام. خیلی خوب، برو به سلامت. سلام بابا. به به به.
دختر خوشگلم، خیلی خوش آمدیم. ماشاءالله ماشاءالله. سلام دخترم. سلام. خیلی خوش آمدی. بفرمایید. برای چند تا کتاب گرفتم در مورد حیوانات دریاییه. تو عین بابامی، همه چیو بلدی. اینو نگاه کن، در مورد اکوسیستم زیر آبه، مثل جولبک ها، نمیدونم. بیا عکسشو نگاه کن. تسلیت میگم، تازه شنیدم. خدا رحمتشون کنه. خیلی ممنون. وظیفه‌مون بود بیایم بهت سر بزنیم. خدا رحمتشون کنه. بفرمایید دخترم. به پیمان زنگ زدی؟ فکر کنم خودشه. بهش که زنگ زدم گفت مسجده با پسر آقا جعفر قرار داشته. بفهمید دخترم. جام داری تو؟ تشریف بیارید و امضا بزنید. سلام بهش. سلام منصور، چی شد؟ چی می‌خواستی بشه؟ قولنامه رو امضا کردیم. مبارک. اما پولش از کجا می‌خوایم جور کنی؟ تو نگران پولش نباش، جور میشه. فقط کم کم باید وسایل رو جمع کنیم که خونه خالیه. پولو که بدیم کلیدو تحویل میگیره، میتونیم وسایل رو ببریم خونه جدید. دیگه داره باورم میشه که گنج پیدا کردی. آره گنج، اونم چه گنجی. لیلی جان میزو بشین که دارم میام، خیلی هم گشنم. باشه منتظرت. ببینم بهت. فعلا خدافظ. فعلا. سلام بر رفیق شفیق. این مسخره بازی ها چیه در وردی مرد حسابی؟ توقع داشتم بهم تبریک بگی. ناامیدم کردی دکتر. بهت اجازه نمیدم با آرامش خودم و خانوادم بازی کنی. نکنه از اینکه داریم با هم همسایه میشیم دلخوری ها؟ دارم با جدی حرف میزنم. اگه بخوای منو تهدید کنی یا آرامش خانوادمو به هم بزنی، تو اگه به فکر آرامش خانوادت بودی به بهانه خریدن داروی پدرزنت پا نمیشدی بری ترکیه با اون زن قرار بذاری. چه اسمش یکی هم داره، اسمش چی بود؟ برژیت فرانسویه نه؟ تو چه میدونی قضیه چیه؟ باشه من هیچی نمیدونم، تو راست میگی. فقط میخوام این وایس رو برای خانومت بفرستم، حتما اون از همه چیز خبر داره. این زن یه واسطه است برای خرید دارو، فقط همین. خیلی هم خوب. پس اگه دکتر شمس هم بفهمه که تو شرکتش یه کارمند نمونه داره که حتی تو سفرم به فکر منافع شرکتشه، حتما یه تشویقی توپولم برای شما کنار میذارن. ببین دکتر، من امشب قولنامه رو امضا کردم، جریمه فسخم بالاست. اگه تا دو روز دیگه پول برام جور کردی کردی، اگر نه این وایس رو میفرستم برای خانومت.
برای دکتر شمس، برای دکتر نایب فکراتو بکن. میدونی که شوخی هم نمی کنم. این همه پول از کجا جور کنم مرد حسابی؟ تو یه پدرزن این شیبانی داشتی، حالا که مرده حتما یه ارث تو پولم براتون گذاشته. این پولا برای شما این پولا خورد میمونه. میتونم ماشینم رو بهت بدم؟ کمه. جور کردن این همه پول کار آسونه نیست منصور. فرصت بده. اجالتا فردا ماشینو بزن به نامم، بقیه پولم تا آخر هفته جور. اگر نباید جریمه تاخیرم بدی. میفهمی که چی میگم؟ پس قصه رفیق دکتر باشخواهیه. ابراهیم اگر جورشو نگیریم ممکنه کل کیسو بسوزونه ها. زیاد خواهی غرور بالاخره کار دستش داد. حالا هم که دو طرف افتاده تو تله. یکیشو فهمید، امیدوارم که یکم بفهم. با مسعود چی کار کنیم؟ از این بعد باید کنترلش بکنیم. برو سراغ وکیل قضایی. چند تا عکس با هم ببینیم؟ اینا رو امروز نریمان از ترکیه فرستاده، گذاشتم رو سیستم. یه لابراتوار تولید داروه مربوط به اورهان دمیر، همونی که چند باری با برژیت قرار اجرا کرد. خب تا اینجای گزارش که تکراری بود. اما داستان وقتی جالب میشه که بفهمید آقای دمیر نیازمندی داروی پیکاکا رو تعمیم کرد. همون مخالفای ترکیه. اونم به دستور برژیت. عجب. موضوع جالب شد. فرانسه و کردهای ناراضی ترکیه. یه فرضیه دیگه هم هست. آمریکا و کردهای ترکیه. حداقل الان میدونیم که برژیت یه جاسوس دوبله. یعنی در واقع این آقای اورهان دمیر امکان سلامت پکاکاست. اطلاعات دقیق تری ازش میخوام. فکر کنم که فرصت خیلی خوبی گیر اومده. من برم ترکیه. باشه. بازم خوبه، اتفاقی بدتر از این نیفتاد. کسی عمدن نزدش، پیمان خودش اونجا بود، محمد حسین برادر ناهید هم بود، خودشون دیدن. مگه نه پیمان؟ ها؟ اصلا نگران نباش، هیچ کاری نیست که نشه با حرف حلش کرد. پس لطفا باشون حرف بزنین آقا رحیم. برادرم امسال کنکور داره، نتیجه چند سال زحمتش رو امسال میبینه. اصلا بچه شر و شوری هم نیست، حالا رنگ کلانتری رو ندیده. من الان میام، اصلا نگران نباش، درست میشه. خودتو ناراحت نکن فریبا جون، انشالله درست میشه. آبا بی ببین چی چیزی درست کردم بودو. بفرمی بعیده الان بتونید کاری بکنید، چون وقت اداری دیگه تموم شده. اما فردا صبح اول وقت میتونیم بریم برش داریم بیاریم. خیلی ممنون، ولی ما خودمون سند داریم، سند خونه. خدا بیشترش کنه. مری جان. بله بابا، یه چایی هم واسه ما بیار. چشم آقا جان. دست درد نکن. سلام فرناز، به مهرداد بگو دیگه لازم نیست زحمت بکشه. بابای پیمان سند خونه‌شو داد، ولی امروز رو یادش بمونه. مامان بابای ناهید امروز حتی تو خونه‌شون هم رامو ندادن. چه انتظاری داشتی؟ نکنی یاد رفته زدی دست دخترشون رو شکستی؟ انتظار مهمون نوازی هم داشتی؟ من نمیدونم پیمان، هر جور شده باید رضایتشون رو بگیری.
اون وقت من میدونم اون ناهید و اون ارثی که بالا کشیده. چرا اونو متهم میکنی؟ بابات بخشیده. تو الان داری از ناهید دفاع میکنی؟ بابات خدا بیامرز یه آدم عاقل، بالغ، فهمیده، یه بیزنسمن به تمام معنا بود. اون کسی نبود که کسی سرش کلاه بذاره. فعلا که ناهید خانم یه کلاه به این گشادی سرش گذاشته. وقتی داری ازش طرفداری میکنی. من خستم، میخوام بخوابم. البته اگه اجازه میدی تو خونت بخوابم. فقط آقای دکتر. بله. من خیلی تهران نمیمانم. لطفاً بس را از من زودتر تحویل بگیرید. هزینه‌اش باید به چه حسابی فاریز کنم؟ حساب شده. لطفاً زودتر تحویل بگیرید تا من به کارم برسم. باشه، ممنون. لحشه طرف کرد عراقی بود. به نظرت میدونه قضیه چیه؟ بعیده. فقط جنسا را آورده. بارش بگو سوژه رو گم نکنه. بهش بگو سوژه با یک کردی ملاقات میکنه که بار ازش تحویل بگیره. اجازه هم یک تیم اضافه تو صحنه باشن تا بفهمیم طرف کیه. ایمان ترتیب سفر ترکیه هم بده.